درود به شما براندازهای عزیز. این رئیسی هم ظاهراً از اوناییه که همیشه وسط کار ازش حالگیری میشه. البته شاید خیلی تقصیر جمیله هم نباشه. تقصیر اون کسیه که اولین بار به این گفته دکتر. به کسی گفته دکتر که سطح ادبیاتش در حد دانش آموز کلاس پنجم هم نیست. هر حرفی رو هم که نمیتونه مستقیم به جمیله بگه با کنایه توی سخنرانیاش میگه و از این طریق باهاش حرف میزنه. وعده دادن که این کار به صورت علمی و فناورانه به سرعت انجام میگیره و الحمدلله این وعده داره عملیاتی میشه برای اینکه بتونه شبکه سرعت داشته باشه و مردم کارشون سریع بتونه انجام بشه. حتی اون که گیم یه بازی سرگرمی رو داره انجام میده اونم نباید ازش حالگیری بشه. من اول دولت گفتم کسی که داره کار گیم انجام میده همونم وسط کار ازش حالگیری بشه. این حالگیری هم تو کسب و کار بده، هم توی استماع یه سخنرانی بده، هم توی بازی حالگیریه. این حالگیری ها درست نیست. حالا این سرعت و شتاب در شبکه باعث میشه که هر کسی میخواد در این شبکه ارتباطاتی داشته باشه و اطلاعات منتقل کنه با سرعت بتونه این کار رو. یه تصویری هم از تمرینات باجناق پسند یگان ویژه منتشر شده که از صبح هر چی فکر میکنم دلیل این آیتم های سخت و دشوار رو نمیفهمم. دارن دقیقاً کجاشون رو قوی میکنن؟ تنها چیزی که به فکر من رسید اینه که دارن برای نصب باتوم آماده میشن. دارن سعی میکنن وقتی گیر مردم افتادن خیلی اذیت نشن. البته خبرهایی هم وجود داره که یگان ویژه و بسیجی ها خواستار عوض کردن باتوم های فعلی شدن. ظاهراً درخواست باتوم میکردن که یه مقداری مهربون تر باشه. گویا در حال تمرین با باتوم های فعلی متوجه ایراداتش شدن و این درخواست رو مطرح کردن. حتی خبرهایی وجود داره که بسیجی ها شبا باتوم ها رو میبردن خونه پیش زنشون تا تمرین اضافه داشته باشن. مثل رئیس دانشگاه شهید بهشتی که قراره در مسابقه بیشترین دروغ در 40 ثانیه شرکت کنه. یک نفر دختری از این سرزمین فوت کرد و این نگران کننده است و ما هممون هم ناراحت شدیم. به نظر من مدیریت صحیح صورت گرفت به چند دلیل. یکی اینکه شما میرید هیچ کس پلیس کشته داد اما نکشت، چون می‌خواستن کشته سازی کنن. بله. تو هیچ دانشگاهی پلیس رسما وارد نشد. من شاهد هستم در این قضیه. هیچ دانشگاهی رو ما ندیدیم پلیس وارد بشه. در هیچ دانشگاهی یک صدم این برخوردی که پلیس امریکا، شاید یک هزارم میگه بخوام چون استادو میگیرن. بله. برخورد با دانشجو صورت نگرفت. هیچ کس رو ما در دانشگاه شهید بهشتی، هیچ کس رو ما به واسطه این مسئله نه محروم از تحصیل کردیم نه گفتیم درس نده. یک خانومی بود که هنوزم درگیره، خودش خیلی علاقه نداره بیاد درسش رو بخونه. اینا دوستان اومد دنبالش هم رفتن که آقا بیا برو سر کلاس درست رو بخون. حتی کسانی که برای بازداشتی موقت داشتن اینها همه برگشتن درسش رو دارن میخونن. بعضی از اینها مقطع بالاتر حتی رفتن، یعنی کارشناسی رفته کارشناسی هرچند. خبرهایی وجود داره که گویا رائفی پور مسئولیت گرون کردن بنزین رو بر عهده گرفته. گویا رائفی پور طرحی برای افزایش قیمت بنزین ارائه کرده و به همین دلیل هم است که این اواخر اینقدر قدرت پیدا کرده و تقریبا همه نامزدهای مورد حمایتش در انتخابات مجلس پیروز شدند. عطا بهرامی سرلیست رائفی پور امروز استارت طرح فرزند نامشروع یاسر عرفات برای گران کردن بنزین رو به این صورت زد. من دارم شده 88 تا 90 شده 120 تا. میگم بخشیش هم زیاد مصرف میشه چون جانشین کالای دیگه شده، بعد مصرف میشه چون مفته. اینم هست گازویل 300 تومانه. کجا دنیا کالای 300 تومانی پیدا میشه؟ آزاد یارانی دومیش 1500 تومانه، در اطراف 50000 تومانه، 60000 تومانه. یعنی شما میگه راهکار اینکه این قاچاق نشن که گرانش بکنه. ببین شما گران کنید نه، قیمت تعادلیشه. این گران کنید یعنی که من میشم مقصر گرانسازی کالا در کشور. نه خب شفاف باشه. نه خب شفاف کنیم، شفاف کنیم. ببین الان شما مرز تشریف برید، مرزنشینای ما شدن قاچاقچی. خب الان ببین همه قاچاقچی نیستن. آقا 1%شون قاچاق کنن، 1% مرز میشن 700000 نفر. کفایت میکنه. به این کارو میکنن. یک عکس دکتری دانشگاه تهران نشون میدن که در مریوان قاچاق میکنه، تو سرمون میزنه آقا نخبه بعد راکارشه. الان شما فهمیدید که قیمت تعادلیه. لازم میکنه. مثلا بنزین 50000 تومانه، چون اطراف 50 تومانه، اینجا مثلا 3 تومانه داره قاچاق میشه. من میگم آقا اصلا فرضاً بنزین الان بکنیم 50000 تومان. به نظر شما قاچاق نمیشه؟ نه دیگه قاچاق میشه. خب الان بخشی چرا مثلا قاچاق کفش نمیشه؟ چرا مثلا قاچاق
شما اگر در دنیا چرا تعرفی 10% میگذارن؟ خب شما مبنایی که الان بنزین 50000 تومانه چیه اطراف؟ چون نرخ دلاریشو داره حساب اطراف آره دقیقاً الان دلار بشه 100000 تومان باز دوباره بنزین دقیقاً میشه 100000 دوباره بنزین میشه 50000 دقیقاً میشه 100000 یعنی باز دوباره بنزین بکنیم 100000 تومان درست شما باید کاری کنید دلار نشه 100000 تومان چه کار از گره همین نقدینگی بس اوله بس اوله شما نقدینگی تو همین آقای یک روزنامه معروفی نوشته بود آها مگه امسال چه خبر شده که دلار 47 شده 57 مرز کردم الان مثلا امشب به ما خبر بدن ترام فردا رئیس جمهور شده دلار میشه 100000 تومان به فرض عددی میشه الزاما نیست این چه ربطی به نقدینگی داره نمیشه دیگه من جنگ خلیج فارس رو مثال زدم از جنگ بوش که بدتر نیست اینجا که تو منطقه خبر چیز نیروی نداره که یه خبره موقع نیروش بود ما را تهدید به حمله میکرد پرونده ما در شورای امنیت بود اهدامی گلستان بس چی بود کاخ سعدآباد بسته میشد ببینید اگر ما نقدینگی نمی داشتیم در امسال همین ببینید جنگ خلیج فارس اینا ببینیم ببندم خب فروش نفت ما که مشکل دارش نبود ما داشت نفت رو فروختیم ارزم داشتیم دیگه چرا باید ارز بس آخر ببندم ببینید ما همین امسال که دوستان میگن مگه چه اتفاقی افتاده بذار ببینیم چه اتفاقی دانیال مقدم و وفا احمدپور معروف به وفادار بعد از موزیک ویدیوی اعتراضیشون با هجوم مزدوران اطلاعات بازداشت شدن. وفادار با انتشار یه پیام صوتی خیلی کوتاه و دانیال مقدم هم با قرار دادن یه استوری در صفحه اینستاگرامش خبر از بازداشت خودشون دادن. به نظرم اطلاعات اومد. اما خبرهایی به دستم رسیده که گویا محمد امیرآبادی مدیر کل دفتر برنامه شهرداری تهران که با حکم ویژه زاکانی وارد شهرداری شده بود توسط همسرش که اونم از کارکنان معاونت مالی شهرداری تهران بوده با همکاری یه روحانی که مسئول برنامه ریزی طرح‌های فرهنگی در غرب تهران و کارمند رسمی شهرداری تهران بوده به قتل رسیده. این اتفاق در بهمن ماه سال گذشته افتاده و اعلام شده که قتل محمد امیرآبادی به دلیل گاز گرفتگی بوده ولی امروز واقعیت ماجرا برملا شده. ظاهراً این روحانی که به جرم مشارکت در قتل بازداشت شده از مدت‌ها قبل با همسر امیرآبادی رابطه نامشروع داشته و پیشنهاد قتل و نقشه قتل امیرآبادی رو هم همین روحانی کشیده. اما بهترین خبر امروز هم مربوط میشه به قرار گرفتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی کانادا. امروز پارلمان کانادا سرانجام رأی به قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی داد و این میتونه آغاز نابودی سپاه و به دنبالش نابودی جمهوری اسلامی باشه. البته افرادی هم هستن که دارن سعی میکنن این موفقیت رو که حاصل تلاش همه مردم ایران و همه آزادی خواهان ایرانی در کاناداست به نام خودشون کنن. ولی از همینجا اعلام میکنم در مبارزاتمون با جمهوری اسلامی هیچ دستاورد شخصی وجود نداره و هیچ کس در مبارزه با جمهوری اسلامی از دیگران پیش نیست. به مناسبت این اتفاق خوب ویدیویی ببینیم از شادی مردم در یکی از واگن‌های مترو تهران. Yeah.